راهبی که اتومبیل فراری خود را فروخت، نویسنده رابین شارما. فصل ششم، خرد تحول شخصی. من در زیستن هنرمندم و زندگی من آثار هنریم است. سوزوکی. جولیان به قولش عمل کرد و فرد و شب به خونه ما اومد. ساعت حدود 7:15 بود که صدای 4 ضربه آروم به در خونم رو شنیدم. منزلمون طبق سلیقه همسرم کرکرهای صورتی رنگ داشت و اون معتقد بود این نوع طراحی کیپ کات خونم رو شبیه عکسای درون مجله‌های طراحی معروف میکنه. جولیان ظاهری بسیار متفاوت نسبت به دیروز داشت. ظاهر او هنوز هم سرشار از سلامتی بود و آرامش فوق‌العاده‌ای رو نشون میداد. تفاوت اون با دیروز در لباسی بود که اون شب پوشیده بود و این کمی من رو معذب میکرد. جولیان ردای بلند سرخ رنگی پوشیده بود و کلاه آبی رنگ زیبا و نقش دوزی شده بر سر داشت. گرچه اون شب هوا گرم بود اما اون کلاه رو روی سرش گذاشته بود. با اشتیاق زیادی گفت: درود بر تو دوست من، درود. انقدر نگران نباش. انتظار داشتی چه لباسی بپوشم؟ میخواستی مثل گذشته کت و شلوار آرمانی بپوشم؟ هر دو در ابتدا به آرومی خندیدیم، اما کم کم خنده هامون به قاهقاه تبدیل شد. جولیان مثل گذشته حس شوخ طبعیش رو از دست نداده بود. حس شوخ طبعی که در گذشته بسیار مایه نشاط و خوشحالی من میشد. در اتاق نشیمن نسبتا نامرتب اما راحت خونم نشستیم. متوجه تسبیحی پر نقش و نگار چوبی شدم که از گردن جولیان آویزون بود. اینا چی هستن؟ واقعا که زیبا هستن. با انگشت شست و نشونش دستی به تسبیح کشید و گفت: بعداً درباره اون حرف میزنیم. امشب مسائل زیادی هست که باید درباره اونها حرف بزنیم. باشه، بیا شروع کنیم. امروز خیلی هیجان زده بودم تا امشب با تو دیدار کنم. از هیجان دیدار با تو به سختی تونستم کاری رو تموم کنم. جولیان پس از شنیدن این کلمات شروع به صحبت در مورد تحول شخصیش و آرامش پس از اون کرد. اون درباره تکنیک‌های باستانی صحبت کرد که برای کنترل ذهن و از میان بردن عادت نگرانی یاد گرفته بود. این نگرانی روزافزون بسیاری از افراد جامعه پیچیده ما رو درگیر خودش کرده بود. اون همینطور درباره خرد و دانش صحبت کرد که یوگیرامان و سایر راهبان برای یک زندگی هدفمندتر و کاملتر به اون آموزش داده بودند. جولیان از مجموعه ای از روش‌ها برای آزاد کردن مسیر سرچشمه جوانی و انرژی سخن گفت و تأکید کرد که هر یک از ما اون رو در اعماق وجودمون داریم. اگرچه اون با اعتقاد و باوری روشن سخن میگفت، اما کم کم شک و تردیدهای در من به وجود اومد. آیا جولیان سر به سر من میذاشت؟ به هر حال این وکیل فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد فرد بسیار باهوشی بود و در شرکت همه اون رو برای شوخی‌های بدش میشناختند. داستانش هم دست کمی از یه داستان باور نکردنی و خارق‌العاده نداشت. درباره‌اش فکر کنید. یکی از مشهورترین وکلای دادگستری این کشور ناگهان همه چیزش رو میفروشه و سفری معنوی به هندوستان رو آغاز میکنه. سپس ناگهان در قالب پیام‌آوری خردمند از کوههای هیمالیا به این کشور برمیگرده. این داستان نمیتونست واقعی باشه. با وحشت لبخندی زدم و گفتم: بس دیگه جولیان، اینقدر سر به سرم نذار. حتما اینم یکی از شوخیایی که در گذشته زیاد انجام میدادی. مطمئنم این ردا رو هم از مغازه اون طرف خیابون روبروی دفتر من خریدی. جولیان که گویی انتظار این ناباوری از سوی من رو داشت خیلی سریع پاسخ داد: تو در دادگاه چگونه ادعای خودت رو ثابت میکنی؟ با مدارک قابل استناد و مجاب کننده. آفرین، حالا به مدارک نگاه کن که من به تو ارائه کردم. به صورت صاف و بدون چین و چروک هم نگاه کن. هیکل و اندامم رو ببین. آیا انرژی زیادی رو که به دست آوردم نمیبینی؟ ببین چقدر آرامش دارم؟ مطمئنم متوجه تغییرات من شدی، درسته؟ حق با اون بود. این همون مردیه که چند سال پیش بسیار پیرتر به نظر می رسید. از اون پرسیدم: نکنه جراحی پلاستیک کردی؟ لبخندی زد و جواب داد: نه، اونا فقط روی ظاهر انسان تغییرات رو اعمال می کنن. من نیاز داشتم تا از درون شفا پیدا کنم. سبک زندگی آشفته و نامتوازن من نگرانی‌های زیادی رو برام به وجود آورده بود. ماجرا خیلی وسیع‌تر از اون حمله قلبی بود که در دادگاه برام پیش اومد.
اون اتفاق شکاف هسته درونم بود. اما داستان تو بسیار اسرارآمیز و غیرعادیه. جولیان در برابر شک و تردیدای من صبور و آروم بود. متوجه قوری چای شد که در کنار میز بغل دستش قرار داشت و شروع به چای ریختن در فنجون من کرد. فنجون رو پر کرد، اما در نهایت تعجب دوباره به ریختن چای ادامه داد. چای از فنجون به درون نلبکی و سپس روی فرش ایرانی گران قیمت همسرم ریخت. در ابتدا چیزی نگفتم، اما سرانجام کاسه صبرم لبریز شد. با ناراحتی فریاد زدم: جولیان، داری چی کار میکنی؟ فنجون پر شده. هر چقدرم تلاش کنی بیشتر از این ظرفیت پر شدن نداره. برای لحظه طولانی به من نگاه کرد و گفت: جان، خواهش میکنم منظور من رو اشتباه متوجه نشو. من واقعا به تو احترام میگذارم. من همیشه برای تو احترام قائل بودم. اما به نظرم تو هم مثل این فنجون ظرفیتت پر از افکار و عقاید خودته. پس چطور میشه افکار و ایده های بیشتری به تو داد؟ باید فنجونت رو خالی کنی، درسته؟ از شنیدن حقیقت گفتارش شوکه شدم. حق با جولیان بود. حضور طولانی مدت من در دنیای حقوق و انجام یک سری کارهای همیشگی و تکراری با افرادی مشابه و با طرز تفکری تکراری و یکسان ظرفیت فنجون من رو به سرحد خودش رسونده بود. همسرم جنی همیشه به من میگفت که باید با افراد جدیدی آشنا بشیم و تجربه های تازه‌ای داشته باشیم. جنی همیشه میگفت: جان، کاش کمی ماجراجوتر بودی. نمیدونستم آخرین باری که کتابی غیر مرتبط با حقوق خوندم چه زمانی بود. حرفه وکالت تمام زندگی من بود. فهمیدم که جهان ملالاوری که به اون عادت کرده بودم خلاقیت و بینش من رو محدود کرده. اقرار کردم. باشه، متوجه منظورت شدم. شاید تمام این سالهایی که وکالت کردم من رو فردی شکاک و دیرباور کرده. دیروز از همون لحظه که دوباره دیدمت چیزی در اعماق درونم به من میگفت که تو تحول واقعی رو تجربه کردی و من میتونم از اون درس بگیرم. شاید من فقط نمیخواستم اون رو باور کنم. جان، امشب اولین شب زندگی جدید تو خواهد بود. از تو میخوام درباره خرد و استراتژی هایی که با تو در میون میگذارم فکر کنی و اونها رو با باور و اعتقاد به ثمر بخشی اونها به مدت یک ماه در زندگی اعمال کنی. با اعتقاد کامل به مؤثر بودن این روش ها پذیرای اونها باش. دلیل اینکه این روش ها برای هزاران سال همچنان پایداره اینه که اونها نتیجه بخش هستن. به نظرم یک ماه زمان زیادیه. 672 ساعت تلاش درونی برای بهبود عمیق تمام لحظات زندگیت. این یک معامله بسیار خوبه. اینطور فکر نمی کنی؟ بهترین نوع سرمایه گذاری روی خودته. این کار نه تنها زندگی خودت بلکه زندگی اطرافیانت رو هم بهتر می کنه. آخه چطور ممکنه؟ تنها زمانی که هنر دوست داشتن خودت رو یاد بگیری میتونی دیگران رو هم دوست داشته باشی. تنها زمانی قلب افراد رو تحت تأثیر قرار میدی که دریچه قلبت رو برای دیگران گشوده باشی. وقتی احساس متمرکز بودن و سرزنده بودن داشته باشی شانس زیادتری برای تبدیل شدن به فرد بهتری داری. با اشتیاق پرسیدم: در این 672 ساعت انتظار چه چیزی رو میتونم داشته باشم؟ تغییرات بزرگی که در ذهن، جسم و روحت به وجود خواهد اومد موجب شگفتیت میشن. بیشتر از هر زمان دیگه ای انرژی، اشتیاق و سازگاری درونی پیدا میکنی. کم کم همه به تو خواهند گفت که خوشحالتر و جوانتر به نظر میرسی. احساس خوش دائمی و توازن به سرعت وارد زندگیت میشه و اینها تنها برخی از مزایای سیستم شیوانا است. این واقعا عالیه. تمام آنچه را که امشب به تو خواهم گفت برای بهبود زندگیت مؤثر هستند. نه تنها بهبودی شخصی و حرفه‌ای، بلکه بهبودی از نوع معنوی. توصیه های این خردمندان به همان میزان که 5000 سال پیش رایج و مفید بودند، برای امروز ما هم مفید و کارآمد هستند. این دانش نه تنها دنیای درونت رو غنی‌تر می‌کنه، بلکه باعث بهبودی و پیشرفت دنیای بیرونت هم میشه و تو رو در هر زمینه‌ای بیشتر از هر زمان دیگه‌ای مؤثرتر میکنه. به جرأت میگم این خرد و دانش قدرتمندترین نیرویه که تا به حال با اون روبرو شدم. این خرد واضح و عملیه و به مدت چندین قرن در آزمایشگاه زندگی مورد آزمایش قرار گرفته. مهمتر از هر چیز، این خرد و دانش برای هر کسی میتونه مفید باشه. اما پیش از اون که اون رو با تو در میون بگذارم، باید قولی به من بدی.
خردمندان شیوانا قدرت این استراتژی ها و مهارت ها رو به من نشون دادن و زمانی که تو هم شاهد نیروی اونها بودی و نتایج شگفت‌آور اونها رو در زندگیت مشاهده کردی، باید قول بدی که این خرد رو با دیگران هم سهیم بشی تا اونها هم از فواید اون بهره‌مند بشن. این تمام خواسته من از تو خواهد بود. اگه قول بدی، به من کمک کردی تا به عهدم با یوگیرامان پایبند باشم. بدون ذره‌ای تردید قول دادم اون مأموریت رو انجام بدم. جولیان شروع به آموزش سیستمی کرد که به نظر اون ماهیت مقدسی داشت. اون تکنیک‌های زیادی رو در دوران حضورش در اون کوهستان یاد گرفته بود. اما در مرکز سیستم شیوانا، 7 خاصیت و اصول اولیه وجود داشت که کلیدهای اساسی برای خودرهبری، مسئولیت شخصی و روشنگری معنوی بودند. جولیان گفت که یوگیرامان پس از چند ماه حضور در شیوانا برای اولین بار این 7 اصل رو با اون در میون گذاشت. در یک شب صاف، زمانی که همه ساکنان اون روستا به خواب عمیقی رفته بودند، یوگیرامان به آرومی به در سکونتگاه جولیان ضربه زده بود. اون با لحنی آروم گفته های ذهنش رو برای اون بازگو کرد. چندین روز است که به دقت تو را تحت نظر دارم جولیان. باور دارم که فرد شایسته‌ای هستی و عمیقاً به دنبال زندگی پر از آرامش و خوبی هستی. از زمانی که به اینجا اومدی، پذیرای سنت های ما بودی و اونها رو طوری پذیرفتی که انگار سنت های خودت هستن. تو برخی از عادت های روزانه رو یاد گرفتی و تأثیرات زیاد اونها رو مشاهده کردی. تو برای روش های ما احترام قائل هستی. مردمان ما با این روش های کمتر شناخته شده برای مدت زمان بسیار طولانی زندگی ساده و آرام بخشی داشتن. مردم دنیا باید در مورد فلسفه ما نسبت به زندگی روشنگرانه آگاهی پیدا کنند. از این پس همانگونه که با پسرم در کودکیش می نشستم، کنار تو خواهم نشست. متاسفانه او چند سال پیش از دنیا رفت. زمان رفتن او فرا رسیده بود و من هرگز شکایتی از این بابت ندارم. از دورانی که اون رو داشتم بسیار لذت بردم و یاد و خاطرات اون رو همیشه عزیز می دارم. من حالا تو را مانند پسر خودم می دونم و شکرگزار هستم که تمام چیزهایی که در این سالهای مکاشفه و درون نگری آموختم در وجود تو زنده خواهد بود. به جولیان نگاه کردم و متوجه شدم که چشماش رو بسته. انگار خودش رو به اون سرزمین شیوانای رویایی بازگردونده بود. جایی که در اون نعمت دانش برو باریده بود. یوگیرامان به من گفت که اون 7 اصل برای داشتن زندگی پر از آرامش درونی، شادی و ثروتی از هدایای معنوی در داستانی عرفانی گنجونده شده. این داستان جوهره تمام اون چیزها بود. همینطور که الان در اتاق نشیمن تو چشمام رو بستم، در اون لحظه هم یوگیرامان از من خواست چشمانم رو ببندم و از من خواست تا صحنه‌ای رو با چشم درونم تصور کنم. تو در وسط باغی با شکوه، سرسبز و زیبا نشستی. این باغ پر از زیباترین گل‌هایی که تاکنون دیدی. محیط اونجا بسیار آروم و ساکته. از زیبایی‌های حسی این باغ لذت ببر. گویی که میتونی تمام وقت از این باغ دنج طبیعی لذت ببری. وقتی به وسط این باغ جادویی نگاه میکنی، فانوس دریایی بزرگی رو میبینی. رنگ این فانوس دریایی قرمزه و 6 طبقه داره. ناگهان سکوت و آرامش باغ با صدای بلند در پایین اون فانوس دریایی به هم میریزه. میبینی که یک کشتیگیر سومو ژاپنی با 3 متر قامت و 200 کیلو وزن از اونجا بیرون میاد و خیلی عادی در وسط اون باغ به گشت و گذار میپردازه. جولیان با لبخندی ادامه داد، اون کشتیگیر سومو ژاپنی برهنه است. البته کاملا هم برهنه نیست. اون کابل صورتی رنگ داره که قسمت شخصیش رو پوشونده. وقتی این کشتیگیر مشغول گشتن در باغه، ناگهان زمان سنج طلایی رو پیدا میکنه که فردی سالها پیش اون رو در اون مکان جا گذاشته. اون رو برای خودش برمی‌داره و با صدای بلند نقش بر زمین میشه. کشتیگیر سومو بیهوش روی زمین میفته و همانطور ساکت و بی حرکت باقی میمونه. دقیقا زمانی که فکر میکنی آخرین نفسهاش رو میکشه، کشتیگیر بیدار میشه و به هوش میاد. شاید به خاطر رایحه دلپذیر تعدادی از گلهای رز زرد رنگی باشه که نزدیک اون قنچه کردن. کشتیگیر انرژی میگیره و به سرعت روی پاهاش میسته و به شکلی غریزی به سمت چپ خودش نگاه میکنه. از اونچه که میبینه بسیار متعجب میشه. از میون بوته هایی که در حاشیه باغ قرار دارن،
مسیر پرپیچ و خم درازی رو میبینه که با میلیون‌ها الماس درخشان پوشیده شده. انگار چیزی به اون میگه به دنبال اون مسیر بره و اون همین کار رو انجام میده. این مسیر او رو به جاده شادمانی و خوشبختی میرسوند. جولیان گفت که بعد از نشستن در ارتفاعات کوههای هیمالیا با راهبی که مشعل روشنگری زندگی رو دیده بود، از شنیدن اون داستان عجیب ناامید شده بود. جولیان تصور میکرد یوگیرامان قرار دانشی بسیار عظیم و شوکه کننده رو با اون درمیون بگذاره که اون رو به عمل کردن سوق بده و شاید حتی اون رو به گریه بندازه. در عوض اون داستان مسخره‌ای رو درباره کشتیگیر سومو فانوس دریایی شنیده بود. یوگیرامان متوجه ناامیدی جولیان شده بود و به اون گفت هیچ وقت قدرت سادگی رو نادیده نگیر. احتمالاً این داستان از اون موارد فلسفی نبود که انتظار شنیدنش رو داشتی، اما دنیایی از احساسات در پیام اون و دنیایی از خلوص در هدف این داستان نهفته است. از روزی که به اینجا اومدی، بسیار با خودم فکر کردم که چگونه دانشمون رو با تو در میون بگذارم. در ابتدا میخواستم در طول چند ماه برات چندین سخنرانی داشته باشم، اما فکر کردم که چنین نگرش سنتی مناسب ماهیت جادوی دانشی که قراره دریافت کنی نیست. سپس میخواستم از تمام خواهران و برادرانمون در اینجا بخوام تا هر روز مدتی رو با تو سپری کنن و دانشمون رو به تو بیاموزن. با این حال، این هم بهترین شیوه برای یادگیری این خرد و دانش نبود. پس از تعمق و تفکر طولانی، به روشی رسیدم که به نظرم مؤثرترین راه ممکن برای سهم شدن کل سیستم شیوانا و هفت اصل اونه. و این روش همون داستانی بود که برات گفتم. اون خردمند ادامه داد، در ابتدا شاید این داستان به نظرت بیهوده و حتی بچگانه برسه، اما به تو اطمینان میدم که تمام عناصر این داستان اصلی جاودانه برای یک زندگی درخشان رو در خودش داره. عناصر این داستان یعنی باغ، فانوس دریایی، کشتیگیر سومو، کابل صورتی، زمان سنج، گلهای روز و مسیر پرپیچ و خم پر از الماس، نمادهایی از اون هفت اصل جاودانه هستند که برای یک زندگی معنوی و سعادتمند به اونها نیاز داری. به تو اطمینان میدم اگه این داستان کوتاه و حقایق اساسی اون رو به خاطر بسپاری، به تمام چیزهایی که برای رساندن زندگیت به والاترین شکل اون نیاز داری دست خواهی یافت. تو تمام اطلاعات و استراتژی‌هایی که نیاز داری تا کیفیت زندگیت رو به طور عمیق تحت تأثیر قرار بدی پیدا میکنی. نه تنها کیفیت زندگی خودت، بلکه کیفیت زندگی تمام افرادی رو که با اونها ارتباط برقرار کنی بهبود میبخشی. وقتی هر روز از این خرد و دانش بهره ببری، از نظر ذهنی، عاطفی، جسمی و معنوی متحول میشی. از تو میخوام این داستان رو در اعماق ذهنت داشته باشی و اون رو با قلبت حمل کنی. تنها زمان این داستان تأثیر عمیقی روی تو خواهد داشت که بدون ذره تردید پذیرای اون باشی. جولیان گفت، خوشبختانه جان، من این کار رو کردم و بدون ذره تردید و با تمام وجود پذیرای اون شدم. کارل یونگ در جایی گفته، تنها زمانی بصیرت روشنی خواهید داشت که بتونید به قلبتون نگاه کنید. کسی که به بیرون بنگره، در رویا به سر میبره. کسی که به درون بنگره، بیداره. در اون شب خاص، من به اعماق قلبم نگاه کردم و در برابر اون اسرار جاودانه برای غنی کردن ذهن، پرورش جسم و تغذیه روحم بیدار شدم. حالا نوبت منه تا اونها رو با تو در میون بگذارم.